گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوت نیکوس جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه‌ای که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. گریزه‌های افغانی مقیم تاجیکستان دیگر باید ارزوی به اروپا راه یافتن را فراموش کنند. قبلا اکثر افغان‌ها از نارامی‌های کشور خود گریخته دوشنبه را چون کشوری که توسط آن می‌توانند به اروپا راه یابند استفاده می‌بردند. هم‌اکنون دولت‌های سازمان ملل متحد می‌گویند که این افراد دیگر از زندگی در نویه‌های نزد دریای پنج تاجیکستان حلاوت برند. اندیشه خود گریزه‌های افغان با این اظهارات چگونه است؟ در گزارش گلین فسخودینوف می‌شنویم. در دو ده ساله اخیر طبق برنامه کوچونیدن اهالی به کشورهای سیوم بیش از 1,500 شهروند افغانستان به تاجیکستان راه یافتند. از اینجا یک قسمت به کانادا و آمریکا سفر کردند، اما اکثرا به اروپا کوچ بستند. همکنون برنامه به آخر رسید و گریزه‌های افغان را میبایست با ارزوهای اروپایی خود خیر خوش کرده در دولت‌های آسیای مرکزی مسکن گیرند. ساختارهای سازمان ملل متحد برای این عمل یک چند دلیل‌ها را پیش می‌آورند. یکی از این دلایل چنین است: مشکلات گریزگان افغان را در تاجیکستان با مشکلی‌های گریزه های افریقا و شرق نزدیک که امروزها در مرز اتحاد اروپا پس سر دارد برابر کردن غیر امکان است. کوین آلن رهبری نمایندگی اداره کمیسریت عالی سازمان ملل در دوشنبه در این خصوص چنین ابرازی نظر کرد. برای چی ما مسئله کشدی از اینجا را عین زمان بررسی نمی کنیم؟ این با آن ربط دارد که امروز در جهان گریزه های زیادی هستند که واقعا هم با دیگر دولت ها با کشیدن نیاز دارند. از جمله می توانیم گریزه ها از کنیا و مالی رو میسر اوریم، مثلا با گریزگان از سوریه نظر کنید. از جانب دیگر برای گریزه های افغان در تاجیکستان برنامه های مخصوصی مطابق شوی با جامعه تاجیک طرحی شدند. این برنامه ها از جانب ساختارهای سازمان ملل و دیگر فوندها و دولت ها مبلغ گذاری کرده می شوند، از جمله از دولت های اروپا. میگوید رهبری نمایندگی اداره کمیسریت عالی سازمان ملل در دوشنبه کوین آلن. این زمان ما نیروهایمون رو برای گرفتن روی حل مشکل گریزگان در خود تاجیکستان روانه کرده ایم. اساساً به سه نقطه توجه همون را بیشتر کرده ایم. این هم لایحه ها در بخش معارف، تندرستی و تامین جای کار می باشند. امروز در تاجیکستان بیش از 2000 گریزه افغان عمر به سر می برند. میانی آنها تاجیکان، ازبک ها، پشتو ها و هزاره ها نیز هستند. همه آنها آزادانه با زبان دری صحبت می کنند. در قطار گریزه های افغان مهندسان، آموزگاران، دکتران و صنعتکاران را واخوردن ممکن است. در صحبت با ما آنها با یک صدا میگویند که در تاجیکستان از روی اختصاصی خود کار و فعالیت کرده نمیتوانند و نقشه دارند و کشورهای اروپا سفر کنند که از تاجیکستان بایترند. با همین امید رسام منیر پیکان هر روز خود را پسی سر میکند. این پلان داریم ما برای اینکه اونجا ما بیشتر میتونیم رشد کنیم. در کشورهای اروپایی اونجا رشد میکنیم، فرزندای ما هنر ما اینجا یک اندازه وزمین است. مثال خانه قین است، پیدا کردن جارا بلند است، همه چیز باید خود ما تامین کنیم. با اینکه ما تشکر میکنیم از اداره یونیسیار، اما اونجا بهتر است. محمد عثمان نیز در ارزوی اروپا است. او بیش از 11 سال است که در تاجیکستان زندگی دارد. عثمان با آیله خود از جنگ افغانستان در تاجیکستان پناه یافت، اما در وطن نو از روی اختصاص جای کار پیدا کرده نتوانست. مسلک من انجینر هستم. خانم من معلم بود در افغانستان، معلم بود در تاجیکستان. مهاجرین در بسیار شرایط سخت زندگی میکنند. خود جمهوری تاجیکستان از لحاظ اقتصادی پروبلم های زیاد دارد و در حدود 2 میلیون نیروی کار خود از یا به کشورهای آسیای میانه و روسیه برای کار میرود. نگه به خاطر برای مهاجر کار یافتن بسیار سخت است در تاجیکستان. در اداره کمیسریت عالی سازمان ملل متحد میگویند که تاجیکستان امروز در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه بیشتر گریزه های افغان را قبول کرده کوشش دارد برای آنها شرایط مساعد فراهم آورد. در برابر این البته به مشکلات اقتصادی کشور و تاثیرات بحران جهانی اقتصادی اشاره کرده شد. در 8 ماه سال روان 169 نفر در تاجیکستان پناه یافتند. گزارش را یلین فسودینوف از دوشنبه آماده کرده است. سامیانی گرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوت نیکوس جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس.
گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما می توانید در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نموید. خیر و می خویم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل رو صحبت خواهیم کرد.